آمین میگم به دعای تو فاطمه جان عزیز که نه تنها خداوند این شاه جلال از طریق این تغذیه روحانی و کلام مقتدرش، کلام حیات بخشش وارد قلب‌های ما بشه امروز، بلکه همطور که گفتی توشه‌ای برای تمام روزهایی که پیش رو داریم، حتی با چالش‌هایی که خواهیم داشت، این غذای روحانی ما رو انقدر تغذیه کنه که قوت ببخشه که تا آخر ما رو در این مسیر با قوت روح القدس جلو ببره. آمین عزیزان، خدا رو هزاران بار حقیقتا شکر و سپاس. به خصوص امروز یه شکرگزاری خاصی در قلبم بود برای نعمت حیات که هر روز که بلند میشیم شاید برامون عادی شده، ولی مثل یه غنیمت وافری عزیزان که خداوند به ما ارزانی میده که دوباره فرصتی باشه، به خصوص امروز که اولین هفته سال 2024 که بتونیم که این شایستگی رو داشته باشیم که در این عشای مقدس شرکت کنیم، عشای مقدسی که میتونیم حضور خدا رو از حضور خدا و حضور همدیگه لذت ببریم. آمین عزیزان. عشای ربانی نشانه های بیرونی داره، عناصریه که قابل دیدنه، مثل نان و شراب، و اما تنها کافی نیست که ما فقط این عناصر رو ببینیم و تناول کنیم، بلکه باید با موعظه کلام خدا، با کلام خدا و عملکرد روح القدس در درون ما همراه باشه. در این صورته که ما یک مشارکت حقیقی در این میز شام خداوند با پدر، پسر، روح القدس خواهیم داشت. آمین. در شروع این پیامی که خیلی تو قلبم بود، خیلی ضروری میبینم که اشاره کنم قبل از هر چیز عزیزان که تمامی عهد عتیق که گاهن میگیم سخته، گاهن میگیم ما اصلا، یکی دو عزیزی میگفت من قبول ندارم، بیشتر میخوام تو عهد جدید با عیسی مسیح راه برم، عالی هم هست، ولی میخوام اشاره کنم که تمامی عهد عتیق از پیدایش تا ملاکی داره به عیسی مسیح خداوند اشاره میکنه. تمامی کتب داره عیسی خداوند رو تفسیر میکنه. تنها و تنها تفسیر واقعی از عهد عتیق در این خلاصه میشه که در نهایت و همواره عیسی مسیح خداوند رو نمایان کنه، و همینطور به طور خاص با مفهوم مرگ عیسی مسیح و عملکرد او روی صلیب ما عمیق‌تر آشنا بشیم. کار روح القدس، عملکرد روح القدس به طور خاص بر این هدف، بر این هدف غایی استواره، متمرکز عزیزان، که پسر خدا رو در تمامی مناسک مذهبی، در تمامی اعیاد عهد عتیق، در تمامی قربانی هایی که داده میشه، در تمامی دستوراتی که برای ساخت خیمه اجتماع و معبد خداوند داده شده، حتی اسباب اساسی که در قدس و قدس الاقداسه، مثل مذبح بخور، حوزه طهارت، چراغدان طلا و نان تقدیمی، تمام اینها برای اینه که عیسی مسیح خداوند و مفهوم مرگ خداوند رو بیشتر نمایان کنه. ما رد پای خداوندمون عیسی مسیح رو، این ریسمون قرمز خون عیسی رو از اول کتاب مقدس تا آخر کتاب مقدس داریم میبینیم. در تمامی داستانهای کلام خدا عیسی خداوند نمایانه. در تمامی دروازه های شهر اورشلیم، شهرک های ملجا، حتی کوههای شهر اورشلیم، به طور سمبولیک عیسی مسیح میخواد با ما صحبت کنه. آمین. میخواد خودشو نمایان کنه. در نهایت ما با عیسی خداوندی آشنا میشیم که از سایه های عهد عتیق آروم آروم وارد نور عهد جدید میشه و فروغ جلالش رو نمایان میکنه. فروغ جلال او قابل رؤیت میشه.
در عهد جدید. و امروز عزیزان امید من اینه که با حمایت روح القدس از طریق کوهای شهر اورشلیم با مفهوم مرگ عیسی مسیح خداوند و عملکرد عینی او همین امروز در زندگی ما، زندگی روزمره ما، روزهایی که پیش رو داریم دیده بشه، آشنا بشیم، نمایان بشه. و برای این مهم عزیزان و بردن شما به اون نقطه مرکزی پیام امروز باید قدری راجع به کوها صحبت کنم. آماده هستین؟ ماهیت تحت و لفظی خود کوها باید یه مقدار زمین سازی بشه. اولین سکونتگاه های انسان های بدوی کجا بود؟ انسان هایی که هنوز به مرحله چادرنشینی و ساختمون سازی نرسیده بودن. کوها بود نیست؟ شکاف های کوها بود. این کوها بود و شکاف های کوها بود که اونا رو از سرما و تهاجم این حیوانات وحشی حفظ و حراست میکرد. برای همون از همون آغاز انسان به غارها و کوها با چشم احترام نگاه میکرد. اما در ایران خودمون عزیزان ارتباط انسان و کوه ارزشی خیلی والاتر پیدا کرد، به طوری که تا جایی که ایرانی‌های قدیم کوه رو مورد ستایش قرار می‌دادن، کوه‌ها رو می‌پرستیدن. در کتاب‌های کهن مثلا یکی از کتاب‌ها مثل اوستا اونجا نوشته کوه‌های آبریزان تو رو ستایش می‌کنم. و همینطور ایرانیان به صورت نمادین فر و شکوه، اعتبار و هیبت ایران و ایرانی رو به کوه دماوند تشبیه میکنن. میگن کوه دماوند مظهر بزرگی ایران و ایرانیه، مظهر استقامت، مظهر پایداری ایران و ایرانیه. اما خدا رو شکر که بعد از شناخت عیسی مسیح خداوند ما فرزندان او تمامی شکوه و جلال و عظمت رو نثار شاه شاهان عیسی مسیح خداوند میکنیم. آمین. و همینطور سرودی داریم که میگه عیسی خداوند من است، سردار دلبند من است، در او سیاهی مرده است، کوه دماوند من است. هللویا. در آخر اینو خواهیم خوند و مطمئنم یک وجد و شادی در قلبتون به وسیله روح القدس خواهد اومد. احتمالاً با این پیش زمینه آماده شدین نیست؟ از طریق کلام خدا عملکرد پسر خدا رو، پسر یگانه خدا رو از طریق ویژگی‌های منحصر به فرد این کوها بشناسیم. آماده این عزیزان؟ اولین آیه‌ای که مناسب ترینه در اشعیا باب 2 آیه 3 می‌فرماید بیایید تا با هم به کوه خداوند برویم. تو خود خداوند در کوه خودش طریق‌های خودش رو به ما تعلیم بده، مثل امروز که از طریق کوه‌ها خداوند می‌خواد ما رو تعلیم بده. و همینطور مزمور بسیار زیبایی وجود داره در مزمور 121 که میگه چشمان خود را به سوی کوها برمی افرازم که از آنجا اعانت من می آید. اعانت من از جانب خداوند است، نه جانب کوها، بلکه از جانب خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. و همینطور نقطه مرکزی پیام امروز عزیزان مزمور 125 آیه 1 و 2 میگه آنانی که به خداوند توکل میکنن مثل کوه صهیونن که جنبش نمیخورن، تکان تکان نمیخورن نیست.
پایدار هستند تا ابدالآباد. کوها گردا گرد اورشلیم است و خداوند گردا گرد قوم خودش از الان تا ابدالآباد. یه آمین جانانه داره؟ این مزمور زمانی سروده می شد که زائرین خانه خدا از هر دهکوره‌ای، از هر دهکده‌ای که اطراف اورشلیم بود باید برای زیارت معبد خدا به بالای کوه می رفتن. از هر جا که می آمدی باید از تپه‌ها و کوه‌ها بالا می رفتی. این مزمور به طور خاص اشتیاق این زائر خدا رو نشون میده که چه چالش هایی رو متحمل میشه که از پایین کوه تا بالای کوه بره تا خودشو به خدا و اون کانکت، اون ارتباط با خدا برسونه. اولین کوهی که میخوام کمی اونجا اتراق کنیم، خب نمیخوام بالا ببرم ایتون که خسته بشه، همینجور اون پایین میخوایم اتراق کنیم که تمام تمرکزمون به این کوه باشه. وقتی نشسته هستیم تمرکزمون بیشتره، نیست؟ این کوه، کوه موریاس که در مرکز اورشلیم قرار داره، به کوه روزی هم معروفه. در این کوه چه اتفاقی افتاد؟ خدا از طریق این کوه با قوم عزیزش میخواد چه صحبتی بکنه؟ پیدایش باب 2 آیه، پیدایش باب 22 آیهشو ننوشتم، فکر کنم آیه 12 است، اینطور میگه: اما بعد از ایامی خدا ابراهیم را آزمود، به دو گفت: ابراهیم، ای ابراهیم، عرض کل لبک. گفت: اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را، یعنی اسحاق را، نیست؟ خدا میدونست که شاید او فکر کنه اسماعیل را، چون برای ابراهیم خیلی راحت تر بود که اسماعیل رو ببره بده. برای همه ما خیلی راحت تره که نه یگانه های بهترین های خودمون رو، بلکه اسماعیل ها رو ببریم بدیم. یه موقع چیزایی رو به خدا میدیم، قربانی میکنیم، همون اصلی ها رو، یگانه ها رو که ما رو گیر میندازه برای خودمون نگه می‌داریم. یعنی اسحاق رو بردار و به زمین موریا برو و او را در آنجا برای یکی از این کوهایی که به تو نشان می‌دهم برای قربانی سوختنی بگذران. وقتی که این فرمان رو میده انگار خدا می‌خواست بدونه که ابراهیم به برکات خدا چسبیده یا به خود خدا چسبیده. چون از باب 12 عزیزا میبینیم خداوند دائما داره وعده میده به ابراهیم. ابراهیم تا باب 22 خوش به حالش شده، کیفوره، فقط وعده گرفته. وعده هاشو بریم بخونیم. هر کسی که میخونه واقعا در اوج آسمون راه میره. ولی باب 22 خداوند خیر ابراهیم رو میگیره. عزیزان، ادعاهایی که ما میکنیم روزی مورد آزمایش قرار میگیره. آمین. در زمانی که وعده های خدا رو میگیریم همه چی اوکیه، خیلی راحته که جلو بریم. ولی یه جایی قرار میگیریم که باید ادعاهایی که کردیم مورد آزمایش قرار بگیره. و در آیه 14 ابراهیم دست خود را دراز کرده. ابراهیم در حالی که اشکاشو پاک میکنه، من اینطور فکر میکنم، خیلی کم صحبت کرده که این سه روز ابراهیم چی کشید تا بالای کوه رفت. خیلی خلاصه کرده، ولی من فکر میکنم فقط اشک ریخته، اشکاشو داره پاک میکنه و همراه با اسحاق کوه موریا بالا میره. و وقتی به اون کوه میرسه اسحاق رو روی مذبح میذاره. و ابراهیم دست خود رو دراز کرده کارش رو گرفت تا پسر خیش را ذبح نماید. در حال فرشته خداوند از آسمان وی را ندا درداد و گفت: ای ابراهیم، ای ابراهیم. عرض کرد: لبیک. گفت: دست خود را بر پسر دراز مکن و بدو هیچ مکن، زیرا الان دانستم
که تو از خدا میترسی، چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. آنگاه ابراهیم چشمان خود را بلند کرد، دید که اینک قوچی در عقب وی در بیشه ها به شاخه هایش گرفتار شده. پس ابراهیم رفت قوچ را گرفت، در عوض پسر خود برای قربانی سوختنی گذرانید و ابراهیم آن موزه را یهوه یارا نامید، خدایی که فراهم میکنه. حتی امروز گفته شده در کوه یهوه، خدایی که فراهم میکنه دیده شده. عزیزان، این کوه موریا باور نکردنی ترین و گویاترین و روشنترین آیه از مرگ خداوندمونه که داره به ما ارائه میده. یهوه یارا به طور تحت لفظی یعنی کسی که جلوتر رو میبینه، کسی که آینده رو میبینه. عزیزان، ما چقدر تو اون لحظه حال در مشکلاتمون خود من گیر میکنم، چقدر بی اعتماد میشم به خدا و حتی وعده هاش. ولی اینجا داره خودش یهوه یارا، خدایی که نه تنها منشأ رزق و روزی ماست، بلکه کسی که خودش شخصا قربانی رو مهیا میکنه. آخرین باری که شوک کردی به خاطر اینکه خدا نیاز تو رو از قبل دیده، حتی اون موقع که تو نمیدیدی، حتی اون موقع که فکرشو نمیکردی، ولی خدا دیده، از قبل دیده، از قبل فراهم کرده. کی بود؟ قبل از اینکه ببینی شوک گذاری کردی. خدا شکره برای اون پاسی که دریافت خواهم کرد، برای اون خونه عالی که به من خواهی داد، برای اون رابطه زن و شوی سالمی که به من خواهی داد، برای اون ازدواج عالی، مرد عالی، زن عالی که به من خواهی داد. من الان نمیبینم، ولی تو یهوه یارا هستی. آمین. هیچ چیزی نیست، با قاطعیت کلام خدا دارم بهتون میگم که تو امروز درگیر اون باشی که خدا از قبل ندیده باشه و از قبل راه حلی براش مهیا نکرده باشه. به این دلیل عزیزان که یهوه یارا را، خدایی که منشأ رزق و روزی ماست، در تمامی ابعاد زندگیمون و تمامی قلب خود، نفس خود، جان خود باید بپرستیم. آمین. میخواییم با هم از مرکز اورشلیم به طرف غرب کوچ کنیم. آماده این؟ خودتونو یه تکونی بدین؟ یه کمی نشستین زیادی نیست؟ کوچ کنیم یه کمی، بریم به سمت مقدس‌ترین کوه، جایی که عیسی مسیح خداوند و فراز او برای آمرزش گناه‌های ما مصلوب شد. چقدر کم میشناسیم و خداوند چقدر مشتاقه که ما عمیق‌تر آگاه باشیم که در این کوه جلجتا چی گذشت. برای همین میخوام یکم بیشتر اونجا اتراق کنیم، در این کوه مقدس، در کنار این کوه مقدس که خدا چی کار کرده. هیچ کس به نظر من مثل داوود نتونست نبوت کنه از طریق کاری که در این کوه مقدس انجام شد. در مزمور 103 میگه جان من خداوند رو متبارک بخوان و جمیع احسانهای او رو فراموش نکن، که تمام گناههای تو رو میامرزد، میامرزد. در تپه جلجتا همه مرضهای تو رو، زخمای او ما رو شفا میده، ما رو میبخشه، حیات تو رو از حاویه، از جهنم بالا میکشه. به جای اون تاج خار، نوحگری، لعنت مذهب، تاج رحمت رو بر سر تو میذاره. عزیزان، او نه فقط گناه‌های ما رو در تپه جلجتا هم کرد و خودش جذب کرد، بلکه عزیزان خبر خوشینه، چیزی که با پوست و گوشت و استخونمون گاهن تجربه میکنیم، آمین که بیشتر تجربه کنیم، بلکه اون احساس نفرت انگیزی
که وقتی گناه میکنی در تو به وجود میاد. نیست شده موقع احساس تقصیر محکومیت. مثل یه تله است. مثل یک تله میمونه که ما رو تو خودش نگه میداره. بازم اینجا داوود در مزمور 124 آیه 7 میگه متبارک باد خداوند که جان ما که مثل مرغ در دام صیاد بود، اون احساس تقصیر محکومیت رهایی داد، دام در اون جلجت ها گسسته شد عزیزان و ما خلاصی یافتیم. اعانت ما از جانب خداوند اومد که آسمان و زمین را آفرید. گاهن احساس های خیلی غیر واقعی در ما میاد، واقعا از شیطان عزیزان، چه خودمون به خودمون تحمیل میکنیم، چه دیگران انگشت اتهام رو به طرف ما دراز میکنن. مثل یه دام میمونه که ما رو در خودش نگه میداره. ولی احساس واقعی گناه که از روح القدس به ما آزادی میده، رستگاری میده. همه تون تجربه کردید در تولد تازه نیست؟ و خداوند در جلجتا، در اون کوه جلجتا، به خاطر قربانی منحصر به فرد پسر عزیزش که برای ما داد، دیگه هیچ محکومیتی بر ما نیست. ما رو در جلجتا که در دام گناه و مرگ بودیم بیرون آورد. برای آنانی که در مسیح عیسی هستن هیچ محکومیتی نیست. در رومیان باب 8 آیه 1 میگه اگه محکومیتی که همچه تو گوش تو پچ میکنه، این از خدا نیست. عیسی مسیح قیمت شده در جلجتا پرداخت. بازم داوود در مزمور 103 میگه به اندازه که مشرق از مغرب دوره، به همان اندازه گناه های ما رو از ما دور کرد. چنان که پدر بر فرزند خود رعوف رفعت داره، همچنان پدر آسمانی بر من و تو، بر ترسندگان خودش رعوف رفعت داره. دائما میامرزه، دائما میبخشه به خاطر آن چیزی که در ذات خودشه، چون خوشنوده از این که ما رو ببخشه. عزیزان من یه موقع میرم دکتر، یه دکتر تیلایی هست، هیچ وقت قیافه اونو یادم نمیره. وقتی اونو میبینم یاد کار خداوند میفتم و این کاری که هر روز دلش میخواد با ما بکنه، فقط ما چون ناآگاهیم دریافت نمیکنیم. میرم با درد، یادم یه بار خیلی وزنم خراب شده و دیر رفته بودم، باید روت کانال میکرد، نمیدونم اندوم میکرد، همجوری این رو این کار کرد کار که من فکر کردم یک دو ساعت همجوری داشت کار میکرد و تمام کارا رو که کرد همش دلم میسوخت، میگفتم آخه خسته شد، یک ساعت این همجوری دولا شده با چه تمرکزی. وقتی که تموم شد یک لبخندی رو صورتش بود، یک شادی بود، نیست عمل دست خودشو میدید. مریضش از درد رهایی پیدا کرد، دندون او رو سالم کرده بود. متوجهی؟ خداوند از این که ما رو ببخشه و این آمرزش رو ما با ایمان دریافت کنیم خوشنود میشه، شادمانه. میخوام بهت بگم هر وقت اتهام زننده که اصولا کار کثیفش اینه که اتهام بزنه عزیزان، تو باید بیاد خونی بیافتی که در جلجتا برای آمرزش تو، برای هر گناهی امروز تو، دیروز تو، فردای تو ریخته شد تا تو صلح و آرامی بیابی. به دست آوردن آمرزش الهی خیلی آسونه. میگه هر که نام خداوند رو بخواند نجات مییابد. هر که در زمان خودش اعتراف کنه که عیسی مسیح خداونده و در دل خودش ایمان بیاره که او قیام کرد، از مردگان برخاست، او تولد تازه رو تجربه میکنه، عزیزان خیلی آسونه ولی بسیار گران تموم شد. حتی بخشش توسط یک انسان که یکی که به ظلم میکنه وقتی میخوای ببخشیش چقدر گران تموم میشه. من فقط یه مثال میزنم، تصور کن دختر تو مرتکب یه خطایی میشه، قلب تو رو میشکنه، قلب تو رو میشکنه. هیچ چیزی مثل خطای
فرزند قلب یه مادر رو نمیشکنه. آسونه ببخشی؟ چه اشکایی که ریخته میشه، چه موهایی که سفید میشه، چه دردهایی که بر روح و روان یه مادر میاد. درسته عزیزان؟ باور میکنی؟ چقدر بیشتر آمرزش الهی در جلجتا کاری که خداوند کرد به اتمام رسید، بهای گرانی داده شد. میگه شما در اول پتروس 1:19 به قیمت گرانی خریده شدی، نه از سیرت پدران خود، نه با طلا و نقره به چیزهای فانی، بلکه به خون گرانبهای پسر یگانه خدا تو خریده شدی که بالاتر از طلا و نقره است. پس کیست که بر برگزیدگان خداوند فتوا بده؟ کیست؟ آیا مسیح که مرد و برخاست؟ یا همین الان داره برای تو شفاعت میکنه؟ حتی این باید یک شادی و امید و ایمان رو در ما ایجاد کنه. در کوه موریا چی گذشت عزیزان؟ کسایی که متمرکزن. پیام کوه موریا چی بود؟ خدا قربانی رو مهیا میکنه. در کوه جلجتا چه اتفاقی افتاد؟ قربانی انجام شد، تمام شد، دام گسسته شد، خلاصی ما یافتیم. برای همین باید این خدا رو با تمامی قلب و جان و نفس خودمون در هر شرایطی بپرستیم. آمین. اگه خسته نشدین به یه کوه دیگه بریم. آماده این عزیزان؟ میخواییم به طرف کوه شمالی بریم که در بیت انیاس. انبیا وقتی در کتاب انبیا میخوند دائما از این کوه صحبت میکردن. اکثراً راجب این کوهای میستادن جلوی کوه شمالی و شروع میکردن به نبوت کردن. چرا؟ چون ضعیفترین و بیدفاعترین نقطه شهر در اورشلیم بود. اگر مصریان میخواستن به اورشلیم حمله کنن، باید تمامی جنوب و دور میزدن، مخصوصا که بیان از کوه شمالی که آسیب پذیره اورشلیم رو مورد تهاجم قرار بدن. اگر آشور میخواست اورشلیم رو لتوپار کنه، تمام شرق و دور میزد تا از طرف کوه شمالی حمله کنه. این کوه چه پیامی برای ما داره؟ این کوه به ضعفای ما اشاره میکنه، به آسیب پذیری ما داره اشاره میکنه و همینطور داره کاهن اعظم ما رو معرفی میکنه عزیزان که همدرد ضعفای ما شد. عبرانیان باب 4:15 میگه زیرا که رئیس کهنه‌ای نداریم که همدرد ضعفای ما نباشه، بلکه آزموده شده به هر چیز مثل ما اما بی گناه. پس با دلیری امروز نزدیک تخت فیض رحمت بیاییم تا فیضی رو دریافت کنیم عزیزان، فیضی رو دریافت کنیم که به وقت ضرورت ما رو اعانت میکنه، مخصوصا در این سالی که پیش رو داریم. میخوام بگم در عهد عتیق واژه ضعف اساسا به معنی نقص و عیب جسمانی بود. ما نباید، یعنی عهد عتیق افرادی که اونجا بودن، نباید حیوانات قربانی میکردن که نقص داشت، عیب داشت، و همینطور کاهنان باید بی نقص و بی عیب بودن. یعنی منظور این بود که باید یه جوری هم قربانی، هم کاهنی که داشت قربانی رو تقدیم میکرد، هم خوانی داشت با خدای قدوس. این عهد عتیقه، ولی در عهد جدید این واژه بیشتر برای ضعف و ناتوانی ذهنی، اخلاقی و احساسیه. و ضعف در نفس خودش گناه محسوب نمیشه. آمین. ضعف در نفس خودش گناه محسوب نمیشه. ضعف در واقع یکی از خصوصیت ذاتی یک انسانه. بزرگترین اعتراف در عهد جدید باب 14:15 پولس بود که گفت ما هم مثل شما انسان هستیم.
صاحب ضعف ها و علت ها. و منجی خورد شده ما روی صلیب همدرد ضعف های ما شد که امروز با نرمی، با ملاحظه، با افرادی که ناآگاهانه و سهوًا در گناه هستن برخورد کنه. در دنیای انسانی ما هم همینطور امکان نداره عزیزان، امکان نداره کسی که وادی اشکا عبور نکرده هم درد دردمندان بتونه باشه. نیست؟ امکان داره؟ امکان نداره کسی که دارای دستگاه عصبی آهنیه که دائما در جر و بحث و هیاهوهای بیهوده داره به سر میبره، هرگز این شخص متوجه نمیشه که شخص دیگه‌ای چطور در این جور مواقع روحش مکدر و آسی میشه. شخصی که پر از انرژی انسانیه، پر از انرژی نفسانیه، هرگز متوجه نمیشه کسی که چقدر زود کسل میشه، خسته میشه. درسته عزیزان؟ آمین داره؟ اینو تجربه کردین؟ اشخاصی که باهوشن مطالب رو به راحتی میفهمه، اصلا نمیتونه درک کنه، نمیتونه بفهمه که برخی افراد هستن که مطالب در درک مطالب حتی کتاب مقدس کند هستن. و عیسی همدرد ضعف‌های ما شد تا عمیق‌ترین ضعف‌های ما رو درک کنه، بدون انگشت راست کردن، بدون شماتت، بدون حس محکومیت منتقل کردن. واقعا وقتی به اینجا میرسم، مخصوصا این قسمت رو پیش خودم میگم هرگز و هرگز نسرین، تو پیام داری میبری. معمولا من برای این عقیده هستم واعظ این پیام آوران پیام هایی رو خواهم برد که خودشون احتیاج دارن و من مستثنا نیستم و خیلی بیشتر. ولی هرگز و هرگز ما نخواهیم فهمید عزیزان که مسیحیت و راه صلیب در رابطه با خدا و انسان چه انقلاب عظیمی کرده. ما نخواهیم فهمید. پیام کوه شمالی اینه، در هر ضعفی فیض من تو را کافیست. ضعیف گوید، فقیر گوید، آمین. در مرکز کوه اورشلیم، در مرکز اورشلیم کوه موریا چی گذشت؟ کوه روزی. چه اتفاقی افتاد؟ آمین. در غرب اورشلیم کوه جلجتا چه اتفاقی افتاد؟ تمام شد. در پیام کوه شمالی چی بود عزیزان؟ ضعیف گوید قوی هستم، فیض تو مرا کافی است. آمین. در حالی که هنوز سه تا کوه باقی مونده، ولی حکایت ما همچنان باقی است و در این محدودیت وقت نمیتونیم به کوه حوریب و زیتون و هرمون و پیام های بسیار عالی که این سه کوه داره بپردازیم و با هم میخوایم یک پرش جانانه بکنیم در روح. آمین. هفته پیش پاستور عزیز راجع به ایلیا صحبت کرد. من فکر میکنم اون پرش، یک پرش جانانه کرد که از اون عرابه اخاب جلو افتاد. یک پرش جانانه از روی سه کوه بکنیم تا به مرکز پیام امروز برسیم. اونجا میخوایم یه مقدار اطراق کنیم. این کوه کوه سیحون عزیزان. آنانی که به خداوند توکل میکنن مثل کوه سیحون میمونن که جنبش نمیخورن. پایدار خواهند ماند. تا که؟ چنان که کوها گردا گرد اورشلیم هست، خداوند. آمین. مرسی برای همراهیتون. این کوه دیگه ربطی عمل کرده عیسی مسیح خداوند بر کوها نداره، بلکه به ثبات و پایداری ما داره اشاره میکنه. این اعتماد و توکل ماست عزیزان، این ثبات و پایداری ماست که ما رو تبدیل به کوه سیحون میکنه.
این اعتماد و توکل ماست. در اون افت و خیز ها، در اون شبهای تاریک جان، در اون شکست ها، در اون دعا کردن ها و دستای خالی برگشتن ولی باز هم اون رو پیروی کردن. زمانهایی که قدرت پرواز کردن نداری، زمانی که حتی قدرت دویدن نداری، فقط خودتو میکشی دنبال صلیب، اونجاست که به کوهی جنبش ناپذیر مثل کوه صهیون تبدیل میشی. آمین. وقتی در کوه موریا بهترین خودتو و یگانه ترین خودتو تقدیم خدا میکنی، تبدیل به کوه صهیون میشی. وقتی در کوه جلجتا هزاران بار میمیری و زنده میشی تا شریک رنجهای مسیح بشی، تا او رو قوت قیام او رو و شریک رنجهای او بشی، اون موقع تبدیل به کوه صهیون میشی. وقتی در کوه شمالی میری به خاطر اون ضعفای بیشمارت، به خاطر اون همه کار تونستن و هیچ کار نتوانستن، آویزون خدا میشی. اونجاست که تبدیل به کوه صهیون میشی و برای خدا و کلیسا میایستی. وقتی کم میاری، وقتی حتی به کارهای خدا در این کوههای مقدس که کرده شک میکنی، شک میاد عزیزان، ولی میایستی با تمام شکات، اونجا تبدیل به کوه صهیون میشی. ولی در کلیسای خودت، وقتی در کلیساهای خودتون میبینی که چه داستانهاییه، میشنوی، میبینی، ولی هنوز داری میبینی مثل کلیسای خودمون که خداوند چقدر حفاظت کرده، چقدر حمایت کرده، چطور مثل کوه گرداگرد کلیسا ایستاده. عزیزان، چطور کلیسا رو از بدخواهان و شریران حفظ کرده. وقتی با چشمای خودت میبینی، تجربه میکنی اعتماد تو مثل کوه صهیون پا بر جا میمونه. آمین. بیایید با هم بیستیم عزیزان، و این آیه رو در حالی که حلقه زدیم، دستامونو به هم گرفتیم و داریم آماده میشیم برای عشای ربانی، میخوام یه حرکت عملی انجام بدیم که مساق این آیه است. به طور عملی اعلام کنیم که نه تنها خدا مثل یک کوه گردا گرد متوکلین و متعهدین خودش هست، بلکه در این اتحادی که دستامونو به هم دادیم، در این یکدلی، در این سالی که پیش رو داریم با قوت روح القدس، میخوایم مشتاقانه اعلام کنیم که ما با یکدلی و اتحادمون پشت کلیسا و کارها و عملکرد روح القدس در این سال جدید خواهیم بود. آمین. با هم میستیم عزیزان. میخوام با هم یه دستاتونو بگیرین، از همون آخر یه دایره بزنین. بعد این در حالی که دایره زدین، دستای همو گرفتین، آمین، از انتظامات خواهش میکنم که کمک کنن اگه کسی جا نمونه، یه دایره منظم و زیبا که میخوایم مساق این آیه باشه، چنان که کوها گردا گرد اورشلیمه، نه فقط کوها، نه فقط خدا، بلکه ما چون فرزندان خدا هستیم با غیرتی که خدا در قلبمون میذاره پشت کلیسا، بدن مسیح و ویزیون خداوند و عمل کرده روح القدس خواهیم بود. این آیه رو با هم میخونیم. بعد از پاستور کلیسا تقاضا میکنم که برای پیاله برکت و نان مقدس دعا کنم. بعد از این که این خوندیم با هم دیگه دعا کنم، بعد من و پاستور عشا رو به تک تک شما با افتخار تقدیم میکنیم. آمین. پس با هم میخونیم عزیزان، منم با شما میستم. این ها چجوری بیستی؟ اونجا هم چیز کنی؟ بیا کروش شن. از اونجا.
با هم میخونیم. آنانی که بر خداوند توکل دارند مثل کوه سیهونند که جنبش نمیخورند و پایدار هست تا ابدالآباد. کوها گرداگرد اورشلیم است و خداوند گرداگرد قوم خود از الان تا ابدالآباد. آمین آمین و آمین.